مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. با سلام، با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها. مقامات دولتی بیطرف باشند. رئیس جمهور کرزی از رفتن انتخابات به دور دوم استقبال می کند. اتحادیه اروپا برای دومین بار روند انتخابات را در افغانستان نظارت می کند. و سیلاب های اخیر در کشور به 30,000 هکتار زمین و 50 میلیون دلار در بخش جاده خساره وارد کرده است. شب شما بخیر. با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. من جمال ناصر فرهمند هستم. تا نیم ساعت دیگر با این مجموعه خبری. رئیس جمهور کرزی از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال می کند. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه نگاشته است که رئیس جمهور کرزی از آمادگی های دو نامزد پیشتاز برای رفتن به دور دوم انتخابات استقبال می کند و برای مسئولان حکومتی دستور می دهد تا از هر گونه مداخله و استفاده از امکانات دولتی به سود یک نامزد مشخص خودداری کنند. این در حالی است که درباره دوام حکومت رئیس جمهور کرزی پس از ماه جوزا دیدگاه های متفاوت وجود دارد. اما رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید این موضوع کدام مشکل قانونی در پی ندارد. سلیمان مستمند این گزارش را تهیه کرد. نتایج انتخابات 16 عمل دیروز اعلام شد. عبدالله عبدالله با کسب 45% آرا و اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 31% آرا از نامزدان پیشتاز هستند که به دور دوم انتخابات رقابت می کنند. کاخ ریاست جمهوری اعلام کرده است که رئیس جمهور کرزی پذیرفتن این دو نامزد پیشتاز را برای رفتن به دور دوم نشان دهنده تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان می داند. رئیس جمهور کشور از ابراز آمادگی دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری برای رفتن به دور دوم انتخابات استقبال می کند و آن را نشان دهنده تقویت دموکراسی و مردم سالاری در کشور دانسته است. در خبرنامه کاخ ریاست جمهوری از شهروندان کشور خواسته شده است تا به گونه گسترده و پای صندوق‌های رأی بروند و نیز تاکید بر بی‌طرفی افراد حکومتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شده است. حامد کرزی از تمام مردم افغانستان می‌خواهد تا به همان گونه‌ای که در دور نخست انتخابات با شور شوق به پای صندوق‌های رأی رفتند و اراده ملی خود را تمثیل کردند، در دور دوم انتخابات نیز به گونه گسترده شرکت کنند و مردم سالاری را هرچه بیشتر در کشور تحکیم بخشند. رئیس جمهور یک بار دیگر به تمام مسئولین ملکی و نظامی حکومتی دستور می‌دهد تا از هر گونه مداخله در انتخابات و یا استفاده از امکانات دولتی به سود و یا زیان نامزدان خودداری کنند. قرار است در 24 جوزا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برگزار شود، اما بر بنیاد قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد و هیچ گونه صراحت در قانون اساسی در مورد وظیفه رئیس جمهور پس از اول جوزا در صورتی که انتخابات به دور دوم برود داده نشده است. قانون اساسی ماده 61 وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. اما رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید می کند هیچ گونه خلا در قدرت سیاسی به میان نخواهد آمد. وظایف رئیس جمهور و دیگه هم ولسی جرگه که از ولسی جرگه وکلا بعد از اعلان نتیجه انتخابات که بواد سرطان ختم می افتد و ایجا اعلان نتیجه نیست، فقط گفته شده که بعد از انتخابات خودش کلمه است که می رسانه که خلای قانونی به هیچ وجه جواز نداره و انتخابات تمام شد. انتخابات زمانی تمام میشه که نتیجه شد که نتیجه انتخابات
انتخابات اعلان نشه انتخابات تمام نمیشه. هرچند دور نخست انتخابات ریاست جمهوری با وجود چالش ها و چندین موارد نقض قانون انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام یافت و حالا که دور دوم انتخابات با تأخیر در 24 جوزا برگزار می شود، دیده شود که در این انتخابات مشروعیت و شفافیت در نظر گرفته خواهد شد و حکومت آینده یک حکومت مشروع خواهد بود یا نه. تلاش های اشرف غنی احمدزی برای ایجاد یک حکومت تاجیک شمول بی نتیجه بوده است. آقای احمدزی میگوید وی پیش از انتخابات با شماری از سرشناس‌ترین رهبران تاجیک از جمله مرحوم مارشال فهیم و یونس قانونی در این باره گفتگو کرده بود و این گفتگوها ظاهراً بی ثمر بود. ظاهراً بزرگترین دغدغه این استاد پیشین دانشگاه گام هایی است که به ضد وحدت ملی برداشته می شود. از رسانه ها و دیگر شخصیت های بنفوذ می خواهد و برنامه های بزرگ و ملی بیاندیشند، مثلا به بیکاری و ناداری مردم توجه کنند تا تفرق اندازی. میلیون ها جوان ما بیکار است، صدها هزار زن بیوه دی خاک بر نان شب محتاج هستند. آیا بحث ما سر رای حل ازی باشه یا سر دیدگاه های تفرقه؟ اما چرا در تیکت انتخاباتیش هیچ تاجیک سرشناس دیده نمی شود؟ آقای احمدزی این پرسش را این گونه پاسخ می دهد. از دوستان پیش از یک تیکت ایجاد شد درخواست کردیم، اینا رد کردن. از همه دوستان پرسش کنیم چند تا نام که شما در ترس بدتونم قانیست مسعود فهیم خان املا خان ساری امرای همه صحبت کردی بار بار و نبستادتا در او بار تا بتانی یک تکتی ملی را تشکیل کنیم. آقای احمدزی همچنان یگان رقیب خود را این گونه به چالش می کشد. مصدق فیصف عبدالله درخواست میکنم به من قول بده که ما بحثا را به طرف انقطاب نمی کشم، بحثا را سر محور مشکلات بنیادی افغانستان متمرکز میکنه تا مردم افغانستان قضاوت کنند که کی آمادگی زعامت مدیریت و پاسخگویی را داره. اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله آخرین مبارزهشان را برای گرفتن کرسی قدرت سیاسی به تاریخ 24 جوزا انجام میدهند، هرچند هر دو نامزد از پیروزیشان در دور دوم انتخابات سخت مطمئن هستند. پس از پایان این مجموعه خبری جریان مکمل گفتگوی ویژه با دکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری را از یک دنبال کنید. ناظران اتحادیه اروپا خواستار شفافیت بیشتر در برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان هستند. این اتحادیه فراهم ساختن نظارت دقیق ناظران بین المللی و افغانستان را از این انتخابات بسیار مهم برای اعتماد این روند می‌داند. کمیسیون مستقل انتخابات هم اطمینان بر شفافیت و عادلانه بودن انتخابات اطمینان می‌دهد. ولی آریان گزارش می‌دهد. انتخابات به دور دوم کشید. انتظارها و نگرانی‌ها هم در این دور انتخابات بسیار هستند. انتظارهای در نخست از کمیسیون مستقل انتخابات برای شفافیت کامل این تفند. خواست ناظران اتحادیه اروپا نیز همین است، شفافیت و عادلانه بودن انتخابات، چیزی که در دور نخست انتخابات نگرانی‌های زیاد را به همراه داشت. ارائه معلومات به شهروندان افغانستان، نامزدان و ناظران بین‌المللی بسیار مهم برای شفافیت انتخابات است. این یک موضوع حیاتی است که باید کمیسیون مستقل انتخابات در دور دوم انتخابات تدابیر ویژه در این زمینه داشته باشد و از هر مرکز معلومات بدهد. 370 هزار رای در دور نخست انتخابات باطل شدند، آرایی که تقلبی گفته شدند و دستبرد در آنها وجود داشت. نزدیک به 3000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات هم در این تقدیه ها و تقلب ها دست داشتند. و اما اکنون شفافیت در این دور انتخابات چگونه خواهد بود؟ کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها در دور دوم بلکه در دور اول هم شفافیت و عادلانه بودن انتخابات را در نظر گرفته بود. ما مصمم بودیم که با تمام نهادهای ملی و بین المللی این زمینه را مساعد کنیم که از روان نظارت داشته باشند و بخصوص بر دو کاندید که به دور دو میره تمام این سهولت ها در محلات در نظر گرفته شده که این روند نظارت داشته باشد تا اطمینانشان حاصل شود.
این دور انتخابات سرنوشت ساز برای افغانستان است. فرصت دیگر است برای شهروندان کشور تا دقیق انتخاب کنند و شانس دیگری هم برای این دو نامزد پیشتاز است تا بتوانند یکی از آنان پیروز کرسی ریاست جمهوری شوند. بالاخره ما یک چرس فرصت زی پیدا کردیم که بریم ما به اصطلاح رای بتیم پشت صندوق و نفر خود انتخاب کنیم، اما این نفر باید همه قدر امکانات زیر داشته باشه، ظرفیت های پلوی زی باشن که بتانن این ملت از مشکلات خلاص کنن. غیر از او ما از رای دادن پشیمان خود شدیم. در دور نخست انتخابات شهروندان واجد شرایط رایدهی هم مسافریدند و همه چالش ها و نگرانی ها نگفتند و به پای صندوق های رای رفتند. با این همه نگرانی ها از قومی شدن دور دوم انتخابات است، کاری که میتواند برای آینده افغانستان بسیار خطرناک باشد. کمیسیون مستقل انتخابات تامین امنیت را جدیترین مشکل در برگزاری دور دوم انتخابات میداند. رئیس این کمیسیون از نیروهای امنیتی میخواهد تا امنیت دور دوم انتخابات را هم جدی بگیرند. در همین حال فرماندهان پلیس برخی ولایت‌ها از آمادگی های لازم برای تامین امنیت دور دوم انتخابات خبر میدهند. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. کارهای دشواری که در برابر نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد، پر کردن جای خالی نیروهای رزمی خارجی و آغاز فصل نبرد. حالا اما بار سنگینتر دیگری هم بر دوش این نیروها افزوده می شود. تامین امنیت دور دوم انتخابات، آن هم در فاصله زمانی اندک. هرچند این نیروها در دور نخست انتخابات ثابت ساختند که می توانند این مسئولیت ها را به خوبی به پایان برسانند. اما کمیسیون مستقل انتخابات هنوز چگونگی تامین امنیت دور دوم انتخابات را جدیترین مشکل برای برگزاری این دور میداند. چالش امنیتی در نخست است، انتقالات خودش یک چالش است. مثلا بعض وقت هوا مساعد نمی باشه، مثلا در یک جای ما تره روان کده نمی تانیم، اگر روان کنیم به وقتش مثلا به اکسار دوباره نتایج جمع کده نمی تانیم، دیگه این مشکلات هست. بغلان ولایتی که در روز انتخابات 16 عمل گواهی چند رویداد کوچک امنیتی بود، اما این بار فرمانده پلیس این ولایت تعهد میکند که دور دوم انتخابات را به خوبی تامین امنیت خواهد کرد. تا آخری امکانات ما کوشش خواهد کردیم که به چالش کشته نشه، اما باز تهدید هست، تحرکات هست و شما هم معلومات هست که دشمن ها میخواه که مختل کنه و هوا هم نظر به او زمانی که آب و هوا موسم خنک بود، حال سرد بود، گرم شده، تمن زمانی که هوا تغییر میشه در افغانستان این چالش ها زیاد میشه. ننگرهار در شرق کشور ولایتی که در دور نخست انتخابات گواهی نامنی های بیشتر همراه با تلفات بود، اما اکنون پلیس این ولایت از آمادگی های بهتر برای تامین امنیت انتخابات سخن میگوید. آینده که اکثریت ولسوالیو که چه تعدادات لوړ و هغه ان شاء الله عملیات تر سره کوو، هغه سیمه د وسلوالو طالبان د شتون څخه خلاصو چې په هغه ورځ زموږ ولس ولاړ شي خپل رای استعمال کی. در کندوز ولایت در شمال شرق کشور نیز پلیس از آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات سخن میزند. نیروهای پلیس ولایت کندوز به خاطر تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تمام آمادگی های کامل خود را روی دست دارد و عملیات های تصفیه‌ای ما و پاکسازی و تلاشی و تصفیه در مناطق آسیب پذیر از مدت چند یوم به این طرف آغاز شده. دور دوم انتخابات یک ماه بعد به روز 24 جوزا برگزار خواهد شد. نیروهای امنیتی هم باید از همین اکنون آماده تامین امنیت این دور انتخابات شوند. حالا این مقام ها از مردم میخواهند تا همانند دور نخست با پلیس در تامین امنیت انتخابات همکاری کنند. رفتن انتخابات بعد دور دوم یک بار دیگر سرمایه گذاری ها را در کشور به چالش خواهد گرفت. افزایش سرمایه گذاری در کشور وابسته به شفاف بودن این انتخابات دانسته می شود. روندی که میان دو نامزد پیشتاز بعد دور دوم کشید. سرمایه گذاری های بزرگ هم به باور اتاق تجارت و صنایع چشم بر راه همین انتخابات است. تمیم شهیر این گزارش را تهیه کرده. ظاهراً انتظار سرمایه گذاران و بازرگانان برای آغاز سرمایه گذاری ها و کاروبارشان بیش از دو ماه دیگر بعد درازا کشید، یعنی پس از روشن شدن نتیجه انتخابات دور دوم.
حالا از هرچی مهمتر شفاف بودن انتخابات نزد این سرمایه گذاران اهمیت فراوان دارد. سرمایه گذاری های بزرگی که به باور اتاق تجارت و صنایع در بخش های پالایشگاه ها و زوب آهن تنها در انتظار روی کار آمدن حکومت جدید هستند. حال دغدغه خاطر و مشکل مردم همی است که نتیجه انتخابات دستکاری نشه. اگر نتیجه انتخابات شفاف و صادقانه باشه، اعتبار مردم زیاد میشه، اعتبار دولت زیاد میشه و افغانستان یک اوج جدید در تاریخ اقتصادی خود شروع میکنه. سرمایه گذاری های بزرگی در اینجا به وجود خواهد آمد. بخش بانکداری در آستانه برگزاری انتخابات دور نخست مانند دیگر بخش ها صدمه دید. فعالیت های این بخش کاهش یافت و سرمایه گذاران کمتر به بانک ها مراجعه می کردند. مسئولان بانک ها مطمئن هستند که پس از انتخابات این مشکلات کمتر خواهد شد. اما خاص این مسئولان از این دو نامزد پذیرفته شدن نتیجه انتخابات دور دوم است. همه چیز آرام درست و قانونی پیش بره و برنده که اونجا میشه هر کدام از دو نفر که می باشه. جانب مقابل قبول بکنن نتایج و تبریک بگه برای برنده و همکاری بکنن با برنده در پیش برده و اقتصادی کشور. یک بارگی افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش درآمد های دولت که از همین سرمایه گذاری ها سرچشمه می گیرد در انتظار نتیجه انتخابات دور دوم است. چیزی که آگاهان اقتصاد اطمینان دارند که مشکلات اقتصادی پس از انتخابات برطرف خواهد شد. ولی من خوشبین هستم حتما بلند میره، به خاطر از اینکه اگر ما نقاط بین حریفای منطقوی پیدا بکنیم، این حریفا رو تقریبا ما علاقه چی در کم تشویقشان میکنیم برای سرمایه گذاری در افغانستان، نه رقابت قاطعانه در افغانستان و در مقابل کلیشان. ظاهرا پس لرزه های دور نخست انتخابات درآمدهای دولت را نزدیک به 4 میلیارد دلار کاهش داد. رفتن انتخابات به دور دوم که بیش از دو ماه به درازا خواهد کشید، روشن نیست که چه مقدار بر این درآمدها زیان بار خواهد بود. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی ساعت پیش در یک موتر رنجر پلیس در ساحه حوزه 12 امنیتی کابل یک پلیس زخمی شده است. حشمت ستانکزای سخنگوی فرماندهی پلیس کابل به تلویزیون یک گفت در پیوند به این رویداد عامل آن سوی پلیس بازداشت شده است. در این حال از اثر انفجار در یک موترسایکل در بندر اسلام قلعه ولایت هرات یک پلیس کشته شده است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات میگوید عملیات جستجو برای عاملان این رویداد از سوی پلیس جریان دارد. از اثر سیلاب های اخیر در بخش کشاورزی 3000 هکتار زمین متضرر شده است و در بخش جاده ها 50 میلیون دلار خسارت رسیده است. به گفته وزارت فواید عامه این سیلاب ها در 8 ولایت برخی از پل ها، پلچک ها و جاده ها را به کلی تخریب کرده است. باز هم تمیم شهیر با این گزارش. امسال سرازیر شدن سیلاب در همه بخش 8 ولایت کشور را خساره مساخت. در این 8 ولایت برخی ها جانهایشان را از دست دادند، برخی ها زمین های کشاورزیشان را و برخی ها هم تمامی دار و ندار خود را. حتی این سیلاب ها راههای بسیاری ولسوالی ها را تخریب کرد. فاریاب، بدخشان، تخار، بلخ، بغلان، اورزگان، سمنگان و سرپل ولایت های هستند که در برخی از این ولایت ها جاده ها و شاهراها تخریب شده و در برخی دیگران زمین های کشاورزی. بانک جهانی تعهد کرده است که در بخش بازسازی این جاده ها کمک مالی می کند. ولی تمام از این مسیرها به ترمیم و ساختمان مجدد ضرورت داره که ساختمان ترمیم یا ساختمان مجدد ازی با پول انگفتی ضرورت است. یعنی در دو مرحله کار صورت میگیره. مرحله اولی که فعلا کارها به شکل عاجل جریان داره، مرحله دومی که باز به شکل اساسی ساختمان میشه که برازو پیشتر اشاره کردم که تقریبا در حدود 50 میلیون دلار در کل در سرکایی که خسارت برش وارد شده ضرورت است. در شمال برخی باغهای کشاورزان از اثر سیلاب ها نیز زیانمند شده است. حالا وزارت زراعت برای پاکاری این باغها برنامه کار در برابر غذا را عملی می کند. اما در بخش کشاورزی تلاش ها جریان دارد تا در زمین های گندمکان را سیلاب ها به کلی از بین برده از جواری کشت شود. 30000 هکتار زمین متضرر شده و ما تلاش ما ایست که جایی که کشت گندم از بین رفته فورا جانشینش روان بکنیم، مثلا جواری را. تخمش و کودهای کیمیایی برشان بتیم یا مثلا دال یا مثلا لوبیا چیزهای دیگری کشت کنند که فصل به کلی ضایع نشه. سیلاب ها از ولایت های جوزجان و فاریاب آغاز شد و
و سپس به ولایت‌های سرپل، بادغیس، کاپیسا، بغلان و به بدخشان رسید و حتی در بدخشان باران‌ها کورا برانش آورد و مردم را زیر آوار کرد. تداوی در کشور به ویژه در پایتخت با گذشت هر روز در حال تجارتی شدن است. یافته های تلویزیونی یک نشان می دهد بیشتر بیمارستان ها، پزشکان، لابراتوارها و داروخانه ها تنها در پی پیدا کردن پولند تا عرضه خدمات بهداشتی. همه از عرضه خدمات بهداشتی در افغانستان به شدت انتقاد می کنند و سالانه دست کم از 10 تا 15 میلیون دلار برای تداوی از افغانستان به کشورهای پاکستان و هند می رود. اکنون با استفاده از دوربین مخفی به بیمارستانی در شهر کابل وارد می شوم تا مشتی از نمونه خروار را به تصویر بکشم. داخل شدن به این بیمارستان رفتن به هفت خانه رستم می ماند. اما من با دادن 50 افغانی با آسانی توانستم وارد این بیمارستان شوم. بخش ارتوپیدی، بیماران زیاد به اینجا آورده می شوند. یکی پا شکسته و دیگری دست شکسته. با خانمی برخوردن که 21 روز پیش پایش شکسته است. از او درباره وضعیتش پرسیدم. او میگوید که در مدت 21 روز آن هم به زور واسطه تنها 3 بار پزشکان او را عیادت کرده اند. این خانم نیز برای من پیشنهاد میکند که باید پیش از نشان دادن بیمارم پزشکی را در اینجا بشناسم. شاید خوش شانس ترین های این بیماران افرادی باشند که واسطه دارند و فرق نمیکند که رئیس باشد، پزشک و یا صفاکار. و می خدا تون سر پایی سعی می کنه اگه خوبه بیا مادر تو بسیار مادر ما سنده بیرسیم اینجا بینیم. بیمارستان دیگر و جمع دیگر در عقب در به عملیات خانه پایوازان اینجا فقط حرف از واسطه و پول می زنند. اکنون جوانی را به بهانه این که بیمار است به این آزمایشگاه می برم. پس از 20 دقیقه آزمایش لابراتواری و او میگویند که گرده های او به شدت آسیب دیده و باید به زودی مداوا شود. ناگزیرم به پزشک مراجعه کنیم که این لابراتوار برایش کمیشان کاری میکند. پیش از ما زن پیری نزد این پزشک نشسته است. او از درد قرار ندارد. این پزشک با این بیمار توصیه می کند که باید بستری شود. اما این خانم می گوید که فرزندش پول ندارد و باید خود را به خدا سپاریده و به خانه برود. نوبت ما رسیده است. این پزشک ادعای تخصص را نیز دارد. به مریض قلابی من می گوید چرا وقت به او مراجعه نکرده است. به گفته این پزشک وضعیت بهداشتی گرده های این جوان سخت صدمه دیده است. اگر روزا می بیاید کم نمک، کم چرب بخور، بالا اگر ننه، یا نکن، او زیاد بخور، سرشان برو، ویتامینان هم بزرده چه دارم؟ او افزون بر این که برای این جوان نوشیدن آب بیش از حد را توصیه می کند، از خوردن خیلی چیزها نیز پرهیز می کند. بیخبر از این که بیمار من اصلا مشکلی ندارد. حکایت بیمار قلابی من اینجا تمام نمی شود. در نسخه این متخصص 6 گونه دارو نیز برای درمانی که اصلا وجود ندارد توصیه می شود. داروهای ما یکی است و اما داروفروشان ارزش های متفاوت تری دارند. کار این پزشک چشم پس از ساعت 4 بجه آغاز می شود و اگر کسی خواسته باشد برایش زودتر نوبت برسد باید یک یا دو روز پیش از اینجا تکت بگیرد. او روزانه بیش از 60 بیمار را معاینه می کند و همه بیماران شکایت دارند که وقت کافی را برای معاینه و تشخیص بیماران صرف نمی کند. کار امروزی من تمام می شود و اما هنوز هزار بیمار است که به خاطر تشخیص نادرست، داروهای تقلبی و تاریخ گذشته و سرانجام عدم رسیدگی پزشکان در کشور جان می دهند. ارائه خدمات بهداشتی جزئی از حقوق اساسی شهروندان پنداشته می شود. اما ظاهرا این سونامی خفته در شهر جان صدها تن را می گیرد و از وزارت صحت خبری نیست. و این هم مروری بر چند رویداد خبری دیگر از جهان. حزب بهارتیا جنتا برنده انتخابات پارلمانی هند شد. روند شمارش آرای انتخابات پارلمانی هند نشان می‌دهد که حزب بهارتیا جنتا در رقابت با حزب کنگره ملی این کشور به پیروزی چشمگیر و بی‌پیشینه پس از 30 سال دست یافته است. بر بنیاد گزارش‌ها این حزب تاکنون توانسته است تا 290 کرسی را از 549 کرسی پارلمان این کشور به دست آورد. انتخابات 9 مرحله‌ای پارلمان هند از 18 ماه عمل آغاز شد و تا یک ماه ادامه یافت که در آن 814 میلیون نفر اشتراک کرده بودند.
و امریکا اجازه نخواهد داد که ایران جنگ افزار هسته‌ای تولید کند. چاک هگل وزیر دفاع امریکا در دیدارش با وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که امریکا از هر گزینه استفاده خواهد کرد تا ایران بعد جنگ افزار هسته‌ای که خیلی خطرناک و جدی هست به جهان دست نیابد. این واکنش ها در حالی صورت گرفته است که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 هنوز هم در ویانا پایتخت اتریش در مورد رسیدن به یک توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. از همراهیتان به این مجموعه خبری سپاسگزاریم و در ادامه تماشاگر گفتگوی ویژه با دکتر اشرف غنی احمدزی از یک باشید.